خب دوستان، من یه مقدمه کوتاه در مورد این در واقع مراحل طراحی بهتون توضیح بدم و بعد وارد بحث بشیم. ببینید، ما تو این دوره میخوایم یاد بگیریم که یه قطعه رو، یه مجموعه مونتاژی و یه مجموعه اسمبلی رو به این شکل مثلا ایجاد بکنیم. حالا این یه در واقع موتور شعاعی هستش و اینا هم که در واقع پیستون های متصل به این موتور شعاعی، در واقع سیستم پیستونه یک موتور شعاعی رو اومدیم اینجا ترسیم کرد. حالا من وارد جزئیاتش بشم، ببینیم که اصلا این در واقع قطعه چجوری ایجاد شد. خب مثلا این قسمت در واقع اون دست پیستون، این در واقع پیستون ها رو اگه نگاه بکنی، خب این از یه سری در واقع خطوط دو بعدی ایجاد شده. یعنی یک سری خطوط دو بعدی رو ما کشیدیم، بهش اندازه دادیم، اونو دقیقش کردیم، بعد بردیمش به وسیله محیط در واقع پارت دیزاین، تبدیل به یک قطعه سه بعدی کردیم. بعد که این در واقع هجبهی کردیم، بعضی که این قطعه رو هجبهی کردیم، دوباره میام روی این هجبه که انجام دادیم با محیط اسکچ، یک سری در واقع طرح‌ها و طرح‌های دو بعدی دیگه‌ای میکشیم روی این قطعه که بتونیم از روی اون قطعه اصلی خودمون رو خارج کنیم. مثلا الان اینجا من اگه بیام از همین در واقع اسکچی که اینجا استفاده کردم استفاده بکنم و اون رو حجم رو کم بکنم، میتونم اینجا قسمت رو در واقع از قطعه اصلی کاهش بدم، یا مثلا میتونم بیام دوباره با یه اسکچ دیگه ای این سمت قطعه رو هم کاهش بدم. همینطور این کار رو میتونیم ادامه بدیم تا به اون قطعه دلخواه خودمون دست پیدا کنیم. این طرف رو میتونم سوراخ کنم، میتونم سمت مقابل رو هم سوراخ کنم، و یا این شیارهای در واقع داخل قطعه رو هم به وسیله همین اسکچ دو بعدی که اینجا ترسیم میکنم و قید گذاری میکنم و اندازه گذاری میکنم، میتونم این در واقع اسکچ رو هم، این در واقع قسمت خالی شده رو هم به وسیله اون اسکچی که براش ترسیم میکنم خالی کنم و در واقع حجم رو کم کنم. و حالا به وسیله ابزارهای دیگه میتونیم این حجم رو کامل کنیم و به شکل مطلوب خودمون در بیاریم. بعد از اینکه این قطعه ایجاد شد، میریم مثلا سراغ قطعه بعدی، مثلا به عنوان مثال قطعه پیستون. وارد قطعه پیستون که میشیم، دوباره قطعه پیستون یه سری اسکچ داره که ما در واقع یک سری ترسیمه دو بعدی داره که ترسیمه دو بعدی رو رسم می‌کنیم. بعد از ترسیم دو بعدی در محیط اسکچ، میان در محیط پارت دیزاین رو تبدیل به یک در واقع حجم سه بعدی میکنیم. این حجم سه بعدی رو میتونیم به وسیله ابزارهایی در واقع روش کار کنیم، تو خالی کنیم، یا کارهای دیگه ای روش انجام بدیم. میتونیم اینو سوراخش کنیم و حالا یه سری کارها روش انجام میدیم و اینو تبدیل میکنیم به یک حجم مورد دلخواه و مورد نظر خودمون. بعد از اینکه تمامی قطعات رو در واقع ایجاد کردیم، میایم در محیط اسمبلی و محیط در واقع اسمبلی دیزاین قطعات رو به هم دیگه متصل می‌کنیم و یک مجموعه مونتاژی به این شکل ایجاد می‌کنیم. بنابراین هدف ما توی این دوره این هستش که بیام یک، بریم محیط اسکچر رو یاد بگیریم، ترسیم‌های دو بعدی خودمون رو واسه اینکه بتونیم قطعات خاصی رو ایجاد بکنیم روی اون در واقع ترسیم ها اندازه گذاری بکنیمشون که به یک سری قطعات مورد دلخواه با اندازه های دلخواه خودمون تبدیل بشه. بعد از اینکه قطعه رو در واقع طراحی کردیم، در واقع اسکچ قطعه رو، ترسیم دو بعدی قطعه رو طراحی کردیم، اون رو وارد محیط پارت دیزاین میکنیم. تو محیط پارت دیزاین اسکچ های دو بعدی رو تبدیل به یک قطعات سه بعدی میکنیم به وسیله ابزارهایی رو بهش میگه اسکچ بیس فیچرز. میایم بر اساس اون اسکچ ها قطعات و احجام سه بعدی خودمون رو تولید میکنیم. یک قطعه تموم شد، میریم سراغ قطعه بعدی. قطعه بعدی هم دوباره بر اساس اعداد و در واقع اشکال هندسی که ازش داریم، ترسیم دو بعدی رو رسم میکنیم،
ترسیم دو بعدی رو قیدگذاری میکنیم، اعمالی که روش نیاز هست رو پیاده میکنیم، وارد محیط پارت دیزاین میشیم، تو محیط پارت دیزاین دوباره هجره‌ای به قطعه رو انجام میدیم و بعد از هجره‌ای به قطعه، خب قطعه دوم ما هم کامل میشه، حالا با یه سری ابزارها که بعدا یاد میگیم کامل میشه. قطعه دوم کامل شد، قطعه سوم، قطعه چهارم، قطعه پنجم الی آخر، تعداد قطعاتی که موجود هست رو کاملا ترسیم میکنیم در محیط اسکچر و در محیط پارت دیزاین. بعد از اینکه قطعات در واقع مورد نیاز خودمون هر تعداد که مجموعه در واقع قطعات ما دارن اونها رو ترسیم کردیم و حجم سه‌بعدیشون رو به دست آوردیم، باید نوبت میرسه به اینه که اینها رو با هم دیگه مونتاژ بکنیم به وسیله ابزارهایی که در محیط پروداکت و محیط اسمبلی دیزاین میبینیم. میتونیم مثلا این در واقع دسته پیستون رو در این محل قرار بدیم، این پین رو در درون این پیستون قرار بدیم و از اینجور در واقع قیدگذاری ها. بنابراین سه تا محیط رو باید کار بکنیم، یکی در واقع محیط اسکچر که ترسیم دو بعدی مورد نیاز برای پارت دیزاین رو تعیین میکنه، توی پارت دیزاین بر اساس ابزارهایی که حالا باش آشنا میشیم اون ترسیم دو بعدی رو تبدیل میکنیم به یک حجم سه بعدی. بعد از اینکه احجام سه بعدی ما ایجاد شدن، اون احجام سه بعدی رو با همدیگه مونتاژ میکنیم به وسیله یک قیدگذاریهایی، به وسیله یک روشهایی که برسه به یک مجموعه مونتاژی که بهش بگیم مثلا یک دستگاه، یک موتور شایی مثلا. خب بعد از این کار رو که انجام دادیم، نوبت میرسه به محیط درافتینگ. تو محیط درافتینگ هم قصد داریم همین در واقع مجموعه اسمبلی یا مجموعه قطعاتی که تو پارت دیزاین طراحی کردیم رو بیاریم ازشون نقشه بگیریم، چرا که مثلا خیلی از شرکت ها کارشون این هستش که نقشه ساخت از قطعه تولید میکنن، یعنی اینکه قطعه رو طراحی میکنن، میبینن که چه در واقع مسائلی برای ساختش مورد نیاز هست، چه نوع باید طراحی بکنن تا بشه ساخته بشه، بعد از اون میان اون در واقع قطعه رو تبدیل به نقشه میکنن که بتونه در واقع اون سفارش دهنده اون قطعه رو بسازه. بنابراین قسمت نقشه کشی در واقع قسمتی هستش که ما از قطعات از مجموعه سه‌بعدی نقشه میگیریم، نمای سه‌بعدی میگیریم، نمای انفجاری میگیریم و اون رو میدیم برای ساخت، میدیم مثلا به یک کارگاهی که برای ما اون بتونن در واقع مجموعه مونتاژی رو تولید بکنن. بنابراین یک دید کلی داشته باشین نسبت به استپ‌های مختلف، شد ترسیم دو بعدی، شد تبدیل ترسیم دو بعدی به در واقع حجم سه بعدی که تو محیط پارت دیزاین صورت میگیره و بعد از اون در واقع اسمبل کردن این قطعات سه بعدی و در نهایت گرفتن نقشه که در واقع خروجی در واقع خیلی پرکاربرد نرم افزار هستش. پس اینجا کار شد، یک در واقع مقدمه ما از کتیا رو یاد گرفتیم، در واقع تو این دوره از کتیا، دوره مقدمات از کتیا قرار چه چیزایی رو با هم دیگه یاد بگیریم. بنابراین از ویدیوهای آتی ما وارد محیط اسکچر میشیم.